بالاخره اومدیم یه کارگاه نجاری که من نمیتونم اسمشو بگم کارگاه نجاری، به خاطر اینکه یه کارگاه هنره در اصل به نظر من. سلام، خوبیم؟ اینجا فروشگاهشونه که اون چیزایی که درست کردن و میارن تو این فروشگاه و دیگه مرحله آخر کاره که گذاشتن برای فروش. خانم زمانی یکی از دوستانی که تعریف کردن واقعا هنرمندن، خیلی کاراتون قشنگه. این کاسا خیلی باحاله، خیلی قشنگه به نظر من. حتی همه کاراشون قشنگه، مثل سیگاریه اونم که باریابه، این هم کاسا سایز کوچیکه. اینا فکر میکنم خواهرین با هم، نه؟ سه تا خواهر؟ چهار تا خواهر، همه گی اینجا با هم دیگه کار میکنم. حالا یک مجموعه، یک سری کار چوبه، یک سری کار چرمه، سری هم کار سفال، حالا یک کافه ای هم اضافه کردیم. بله بله، خیلی هم عالی. حالا کافه هم بریم حتما یه قهوه میخوریم اونجا. ببینید چوبای ما که اول اینکه چوبا همشون چوبای قدیمی هن، یعنی بالای 200 سال 300 سال کارا قدمت چوب دارن. بعضی نگران این موضوع هن که این چوب خلاصه درختی قطع شده بابتش. درخت های افتاده توی جنگل رو برمیده، همشون از خونه های قدیمی، طویله های قدیمی، خونه هایی که قابل تقریبا و چوباشون واقعا برای زغال بسوزه. دقیقاً، حالا ما به قول معروف یه چونه دوباره بهشون میدیم. چه نکته خوبیه گفتیم. یکی که میاد اینجا خرید میکنه با یه آرامش خاطری خلاصه. جنگل آسیب نمیزنه. خیلی خوبه به نظر من. تختای گوشتشون خیلی قشنگه. آدم دلش نمیاد توش گوشت خورد کنه. بیشتر به درد دکور میخوره. این یه چوب خامه دیگه. بعد چوب سول، یکی از بهترین و کمیابترین چوباست. میگم ما خونه‌های قدیم رو می‌خریم، پایان مثبتش اینه که این چوب به هیچ وقت توی خود بازار نیستش. توی خودش شاید از هر 10 تا مغازه فروشگاه یک دونه این چوبو داشته باشم، چون واقعا توی خود جنگلش هم دیگه درختش انگشت شماره و شمارش داره. اینکه کسی هم بخواد آسیب بزنه به این درخت، دیش با یه آدم برابری می‌کنه. چند سال؟ 200 سالشونه مثلا؟ دقیقاً بستگی به طول عمر اون خونه‌ای که ساخته شده باشه داره. ولی خب خونه کاملا کارگری طورن. بعد از این مرحله چه اتفاقی میفته وقتی که تراش کرد؟ این که تراش کرده ما با دست نوار تراشش میکنیم. حالا میخواییم من یه سری کارشو بلکه موقع تراشه چی میشه؟ چهار دست سنباده بهش میزنیم و چهار دست سنباده بخواهی که کامل به قول معروفی ریش ریشا و همه عیباش گرفته بشه. این ریش ریشا یه سنباده میخوره و صاف میشه، تمام ریش ریشا از بین میره، بافت و نرمی داره بگیرنه. چون اگه این ریش ریشا روی سطح خود چوب بمونه، مشتری کارو ببره آب بزنه، این سطح بلند میشه و اینکه خب نمایش جالبی نداره. پس ما یه جوری ضد آب هم میشن. ما ضد آب نمی کنیم، به خاطر اینکه ضد آب بشه مواد شیمیایی میخوره و مواد شیمیایی هم بخوره کار میشه تزئینی، قابل استفاده نیست که بخوایم خوراکی بریزیم یا اینکه قابل استفاده بشه. روغنای طبیعی و ارگانیک بهش میزنیم که شیمیایی نباشه و مردم بتونن با خیال راحت استفاده کنن. کلن یه چوبیه که دائمه اومد، هیچ وقت نه موریا نمیزنه، نه کرم میخوره. این دیوانه هم که دیگه اکثر طبیعت کرده از این داره. خیلی دیوانه محالیه و یه سری هم اینجا تفکیر و سینه پذیرایی. این کاری که شما انجام میدین با این چوب و یه کار دیگه ای مثل همین انجام بدین با یه چوب معمولی، قیمتش فرق میکنه؟ صد درصد. چقدر مثلا؟ مثلا اگه من اینو 800 بفروشم، یه با یه چوب دیگه شم 400 500 بخوام. تقریبا دو برابر فرق. دقیقاً خیلی. ارزش چوبشه دیگه. چوبشه. کاری که انجام میشه رو جفتش یکیه. مثلا همچین کاسه چقدر زمان میبره؟ از 0 تا 100 ساعت. بخوام حساب کنم یک ساعت زمان میبره. خوبه. یه جنبه دیگه از کارا طوریه که چرم با چوب قاطی شده دیگه. بعضی از کیفا
که اکثرش چرم، حالا یه تیکه دسته یا یه قسمتیشو با چوب کار کردن. حالا راجع به چرم با خانم زمانی دوم صحبت میکنیم. کار چرمو پس با شماست؟ بله، کار چرم با من. بعد اینکه از اول شما کار چرم علاقه داشتید؟ ما کلا هممون از اول با چوب شروع کردیم. خب. بعد دیگه کم کم هر کدوممون یه رشته رو از جدا کردیم. یکی از خواهرام سفال انجام میده، من چرم انجام میدم، یکیشون چوب انجام میده، یکی اونم به تازگی کافه زده. با تلفیق چوب یه کیفای درست میکنیم که خوشگلن. حالا یه نمونه کامل شده رو میشه نشون بدیم؟ بله. کامل شده که چرم گاوه؟ بله، چرم گاو، بز، شتر. اینا رو شما خودتون انجام میدین این کارا؟ یراقاشو خودمون بیرون تهیه میکنیم، ولی همه چیزش با خودمون. نه، یراقاشو تهیه میکنیم. نصبش با خودمون. همه چیزش دیگه با خودمون. چی میشه که این چرم رو این کیف تبدیل میشه؟ چرم خام هستش، ما 0 تا 100 کارو خودمون انجام میدیم، یعنی برشش، الگوش، سنبه زدنش، دوختش تا به این کار میرسیم. حالا در آینده یه سری کارهای دیگه مثل صندل، چیزهای دیگه هم قراره به کارمون اضافه بشه. چی جالب. یه زنجیره هم داخلش گذاشتیم برای موشی شدن کار میخواییم کار میکنم. مثلا قیمت همچین کیفی الان چنده؟ قیمت کیف ما کلن همه کارامون، چه چوب چه چرم، به قیمت تولیدی انجام میشه. یعنی اینکه چون خودمون تولید کننده ایم، قیمتش رو یه مقدار متناسب تر گذاشتیم تا همه بتونن ازش استفاده کنن. من خودم قیمت این کار 400 گذاشتم. قیمتی که بیرون هست خیلی بیشتر از این. اون 400 تومن واقعا کیف از این چرم مصنوعی که کار با دست ما، نه خیلی ارزشمنده به نظر من. نه چیزی ببینیم که دوختامون کلا دو سوزن است. شما 450 تومن بابت این برای دوست دخترتون پرداخت می‌کنید؟ آیا می‌ارزه؟ قیمت این که من بیرون دارم یک و دویسته. این همه بوی خود چوبه است در مورد تشکیل در مورد بینه؟ بله؟ سرک اینها رو بکردی؟ سوزوندن چوبه سوری که باعث باز شدن مغز، فکر اینا جدی؟ آره واقعا بذاره بده از اون؟ چوبیه چوبی داخل مغازه است که 400 تا قیمت داره، ولی یه خاصی داره. بریم سراغ سفال. خاصی است که خیلی هم کار شده بوش تو بودم. بله، همش با دسته. این قیمتش؟ این کارم 450. خیلی هنرمندیم واقعا، دمتون گرم. ما تقریبا هیچ کدوم از این حرفه رو کلاس نرفتیم، آموزشی ندیدیم. من خودم چرمو اصلا کلاس نرفتم، از ویدیوهایی که تو یوتیوب میدیدم، تو اینستاگرام میدیدم یاد گرفتم. این خواهرم هم همینطور دیگه. بله دیگه، ذاتیه و اینکه بهش جهت هم میدیم. بله. گسترشش هم میدیم، مهم هم نیم. بله. خب ما بالا هم یه کافه بریم یه چیزی بخوریم. سلام. سلام، خوب باشین. مرسی، ممنون. بشین کافه بخوریم. چی کافه رو تست کرده باشیم. اینم فضای کافه شونه. بخوریم. مرسی ازتون، ممنون. مرسی که اینقدر هنرمندین. تبریک میگم بهتون. مرسی که همکاری کردین. به نظر من کارشون خیلی قشنگه و خیلی هم حرفه‌ای دارن کار میکنن و دمشون هم گرم که 4 تا خواهر با هم دیگه این مجموعه رو دارن میگردونن.